هر رفتنی یه برگشتنی داره. مهم این نیست که آدم کی برمیگرده، مهم اینه که برای چی و چطوری برمیگرده. برگشتیم که جبران محبتاتون رو بکنیم و سوغاتمون هم هر روز بهتر شدن. شما بزرگ ما. ببین یه کلمه چند منظوره اومده واسم. آره همه کاری میکنه، گوش کن، کاناداییه. آره ببین، دور چشم میمالی سیاهی دور چشم میبره، ابرورم پرپشت میکنه. ببین آره به بینی میزنی بینی رو کوچیک میکنه. آره یه مدل دیگه میمالی، یعنی برعکسش کرمو میمالی نوک دماغو میده بالا. همون کرمو بغل به مالی بیای بالا کوچیک میکنه. ببخشید نه گنده میکنه، سه تا کار انجام میده. آره نوکرتم. بقیه چند تا کار دیگه هم میکنه. آره این کانادایی نوشته، من نمیتونم بخونم. چی؟ آه انگلیسی و فرانسه هم خوبه. ببین یه چیزی بگم حال کن، دو تا پک 24 تایشو بگیری اقامت کانادا رو هم بهت میدن. جون خودم، نه جون تو، بود دیگه تو ماهواره بود. خداحافظ خداحافظ. مخلص آقا جهان گیر. آقا جهان گیر. اه اینا اسباب اساسی فرشیده؟ بله درگیر نقاشی خونه جدیدشه، ما رو گذاشته سر کار. عجب آدمی با تو، خود کار و زندگی داری. کار و زندگی کجا بوده آن زمان؟ تو مغازه ما مگس بر نمیزنه، واسه میگه یه هوایی بخوری. این داداش کوچیکته؟ بله. خیلی بی ادبه. بله. بیا آقا بیا. بپا نزنی جایی آقا. آقا میشه کمک کنی بذاریم بالا؟ بذار. ببین من این چیزا خامه ها رو گذاشتم بیرون بذارم توی یخچال خراب بشه. خامه ها رو من خودم گذاشتم توی یخچال. بابا دو تاش مونده هی خراب میشه. داداش کوچیکته؟ بله. پیچون. بله. بیا تو خودت یه کمکی بکن. ولش کن بیا. نه بابا من یه دقیقه واسه تلفنم زنگ خورد. کو زنگ نزن که. چرا مریضمه؟ الو. بابا کو زنگ نخور که من نشنیدم. زنگ نخور. نخه. بفهمم. آدم با زنگ بخوره. عجیبه. الو. ته کجایی؟ آقا. یواش یواش برو. دم دری اومدم باشه. یواش یواش برو من خودم کارم. خیلی خوب به پدرام گفتم میام دیگه. خداحافظ. دست در نکنه. فرشید رفت. ناراحت نباش جهان. جهان بیا ببین چی داداشم ناراحت. ببین همسایه دوستیشم به من رفته. گریه نکن، فرشیدو ندیدی اشکال. همسایه دوستیشو فرشید کیه بابا؟ قرار بود اسکیتاشو بذاره برام. داداش کوچیکتونه؟ بله. خیلی بی ادبه. بله من نمیدونم این ادبت به کی رفته. بیا چر بیا اسکیتای آقای فرشید. برو خوش باش. مادر راست رو سکیه گوجه هاش؟ پس دروغکیه؟ مادر این گوجه ها این سبزه خوردن ها که میخوری پس فکر میکنه از کجا میاد؟ از اینجا دیگه بین چقدر قشنگه. چقدر زیباست آدم حاصل دسترنج خودش رو بیاره و ببینه و ازش استفاده بکنه. ببین گوجه ریزه رو نگاه چه قشنگه. خیلی خوشگل. گوجه درشتم به گوجه من ریزه. شبا با عشق چشمم اینا رو آبیاری میکردم، شما نمیدونستی. با موجه هم شده هاشو میپروندم، با دماغم با گوشم میشنیدم که چی میگن. مادر جون اصلا تو میدونی اینا کی سبز شد؟ آره میدونی؟ نخور تو دستای عزیز و کمیاب بودیم اتنگ مهربونم. پاشو برو دم در تته تته واسده کارت داری. پاشو ماما. تو با تته تته حرف زدی؟ حرف نزنه. من 200 بار گفتم با مردای غریبه اصلا حق نداری حرف بزنی. قربونت برم خومده بود تو رو کار داشتی بهش بگم هیچی نگم. الله در میگفتی آقا جون برو عمر خیابون وایسا میاد. گفتم وایسا الان میاد. پاشو خیلی بیخود کرد اومدیم و خب نخور. خب بشور ماما بشورشون. تو مهلت میدی؟ ببین عزیزم تو کار ما
نوع برخورد خیلی مهمه، یعنی چهره تو مشتری رو جلب میکنه. اگر خوش برخورد و خوش صورت باشی در جا مشتری ازت خرید میکنه. الان یه خنده بکنم. عالی. آره کلا تو بردار بخند ببینم چطوره. نه خوب نیست. ببین چیز کن، اصلا یه کار دیگه میکنه. تو با کلا کاسکت برو بفروش. آره اصلا کلا رو بر ندار. خب آره برو گیدو. بابا هیچی مو نداری که این به درد نمیخوره. بچه که مو در نیبرده. خیلی خوب تو کلا کاسکو بر ندار اصلا. برو مشتری ها منتظرم. یکی اونجاشم کردم. خیالت راحت باشه. چیه؟ پشمه چیه؟ به من میگن تتته. خوشحال؟ این که شانتیونه قرصای لاغری اینه برای چی برداشتی؟ خیلی دیگه آموزش اسکی تو که بلد نیستی و چی یادش میدی؟ همچی میگی خیلی بابا باید باید بره کلاس اینجوری. آه. که نمیشه اینجوری آموزش نمیده. یاد کن به من چی میگم. ببین کن باید شما این کارو بکنی عین من تکرار کن. دو چرخه کرسی هست میری. خب شما یه خورده کوچیک یه خورده جلوترشو میای. خب یه حالت اینجوری وای میسی اول که چیز داشته باشی تعادل داشته باشی. گرفتم. بعد خیلی راحت میری. خب چقدر خوب چرخ میزنی کارو میدی عقب. عالیه. الان یاد گرفتی. نه اینا که میگه که گرفتم. گوش کن میخوای چرخ بزنی خیلی ساده. خب. میبینی باد از کدوم طرف میاد. خب به سمت باد میچرخ. خب آها. خب ببین فقط یه چیزی قبل از اینکه کارو شروع کنی تکیه میدی به دیوار. خب بسیار عالی. بدنشو نرم میکنی. آره میری جلو. بیا بره پلو داداشه. بیا گرفتی همه. آره برو ببینم چیکار میکنی. برو من دنبال یه نفر میگردم به نام آقای سامان انبارلویی. خودم هستم قربان. خودتونی؟ بله. آقا فرق کن. جبار بیا کمک. تو چرا کمکی میکنی؟ تو چرا؟ سلام بر نیرو انتظامی کشور. خوب هستین آقا؟ آقا ببخشید من یه شهروند محترم هستم. لطف کنید دستبند نزنید. بالاخره دیریازات اتفاق میفته دیگه. من دنبال این بودم. سر کار کار جمع‌آوری اراذله. من تا موقعی که وکیلم نیاد اینجا تکون نمیخورم. من باید بدونم موضوع چیه. خب باشه باشه ببریم منو ببریم. برش مغازه بابا. ارزش انسان به علم و معرفت پیدا شده. به بی هنر چون دوی بی جا کنن. بی هنر چون دوی بی جا کند رسوا شود. هر که با مردان حق پیوست عنوانی گرفت. هر که با مردان حق پیوست عنوانی گرفت. قطره چون واصل به دریا شود، دریا شود. داداش جرمت چیه بابا؟ چی آوردنت اینجا؟ بابا با شماست. با
گفتم جرمت چیه واسی آوردنت اینجا؟ آره با منی؟ آره با شما واس با منه؟ آه جرمم بداش ما یه هفتش ده نفر رو ناکار کردیم البته هنو اعتراف نکردم که اینجا فرمشون چی بوده؟ چیکار کرده بودن؟ از عراض نوباش محل بودن خیلی دیگه داشتن سر صدا میکردن من زرم ناکارشون کردم اون وقت اونم با دست خالی؟ نه اگه زبونتون قرصه بهتون بگم با لانچیکو ایش ستاره پرتابی ها میتونم پهلوون صداد بکنم؟ نداش به هم میگن دین تا سامان بلک بلک صدا بله آقا بلک یک لحظه عصبانی بودن یک عام پشیمونی برای آدم میمونه یعنی چی؟ پشیمونی دیگه راه پس پیش نداری یعنی چی؟ یعنی پشیمونی بشن ازم ببین داشت من خوراکم کارایی که راه پس پیش دوش نمونه همونجا جیل کنی سلام علیکم بفرمایید من مادر سامان امبالویی هستم ما همسایه آقا سامانا هستیم بعد من میخواستم بگم که ما همگی از قرصا و دارایی که آقا سامان میده راضی هستیم بعد میخواستم بگم فکر کنم باش دشمنی کردن آنه جان گیر جان مگه ایشون تو کار قرص دارو هستن دارو من بودم دارو نه سرس لطفان ببخشید این منظورشون تجهیزات ماهواره است چون نه که همسایه قبلیم و اسباب کشی میکرد این تجهیزات ماهواره شو داد خدمت این آقای انبالویی جامون یعنی تجهیزات ماهواره خب حالا به این مورد هم رسیدگی میشه ولی جرمیشون اینم نیست نه ببخشید من میدونم قضیه چیه من برادرشون هستم پدرام انبالویی فرزند ایشون اگه موضوع اون صحنه سازی کوچیک برای بیمه است که اصلا حل شد قضیه ولی مشکل نبود بله عجیبه موضوع ده جالب میشه با حضور شما دیگه احتیاجی هم به بازجویی نیست نیازی بازجویی نیست خدا رو شکر آزاد میشه همه چی آزاد شده گفته بودن آزاد میشه میگه جناب سلوان، پس جرم پسر من چیه؟ ایشون برای وام یه شخصی به نام آقای سعیدی یه چک ضمانت دادن به مؤسسه که این آقا وکیلشه ظاهراً قسط پرداخت نشده و چکش برگشت خورده سعیدی؟ بله سعیدی که خیلی وقت از ساختمون ما رفته وام هم سعیدی گرفته جناب سلوان، به پسر من چه ربطی داره؟ آخه خبر نداری شما ضامن چک پسر شماست باید سعیدی بیاد تکلیف این روشن بشه تا سعیدی هم نیاد همینه خب حالا مبلغ اقساط چقدره؟ 3 تا 150 تومن ناقابل واقعا من عجیبم ببخشین 300 تومن شما برای 450,000 تومن ناقابل این انداختی زندان؟ شما لطف کن 450 تومن تقدیم کن ما هم رضایت بدیم بچه مردم بیاد بیرون بیجا کرده تضمین کرده منم با یک کمی تنبیه موافقم بله همه طوره خودم چه کدومتونی؟ چه کم شد جور چه سوسول بازی های گردین کدومتونی؟ ما که نیستیم داداش سامان انبالویی منم چرا صدا دارم صدا میزنم صدا در نمیاد یه پرونده دیگه از اینو من بستم میدونی ما اصلا چک نمیکشیم که بلند شو خودتو لوس نکن مامانت بالا داره گریه میکنه بلند شو آزادی مامانم اومده مامانم شیشون رفت میشه نه بالا الو منصوری سلام قربان ایرادتمند هستم گوش کن منصور ببین الان من جلوی دفتریتم متوجه شدم که یه موتور سوار منو زیر نظر گرفته خیلی ترسیدم
فکر کنم میخواست منو بکشه. اذیتم نکن روان جان، کسی با شما کاری نداره. اصلا میخوای خودم بیام دفترش کنم؟ واسه کجاست منصوری؟ اینی که من میبینم خب تو هم تعقیب میکنه. چی داری میگی؟ میخوای اصلا از در کوچه پشتی بیای؟ البته اونجا یه مقداری کثیفه، یعنی ساختمون سازی و نخاله و کثیفه در شهر شما. چی میگی در شهر من نیستش؟ من جز آرزوام بودش که بیام تهران، خیابونا رو ببینم، کوچه پس کوچه ها رو ببینم، وایسم بغل خیابون لبو بخورم، باقالی بخورم. دلم درد من چی؟ موتور سوار رو در به جون تو میبینم. تهران تهران یادت بخیر، کوچه پس کوچه های تهران. بله آقا. گوش کن ناصر جان، تا چند لحظه دیگه مردی به نام قوامی وارد این اتاق میشه. خواهش میکنم به مواردی که میگم درست توجه کن. با گوشی موبایلت زیاد ور نمیری، با این تلفن آروم صحبت نمی کنی و با چشمانت به او خیره نمیشی. آقا نفس که میتونه بکشه؟ آره عزیزم، آره، اما نه چندان بلند که فکر کنه به کسی داری علامت میدی. دیونه؟ نه. ببین، 30 سال پیش قوامی با توهم این که دنبالشن مثل چیزی که از چیزی در بره در رفته و همچنان در اون توهم باقی مونده. چطور بگم؟ یه جورایی با هم فریز شده. پس از این آدم البته من در مورد واحد ساختمانی که براش خریدم و طراحی ساختمان باش مکاتبه داشتم، ولی اینو بدون قوامی شخصی مؤدب مرتب اتو کشیده و تمیز. جهان بیاد دست شما درد نکنه. چرا شما زحمت کشیدید؟ جهان اصلا نمیذاره من کار کنم. بیشه جهان این آقاستمون بزنم میده. آه ببخشید. ای خدا مادرت بمیره لاهی، خیلی به سخت گذشت مادر. دربت به برود زندان مامان، من انقدر خوب برخورد کردم سی منو گوشتن و این چیز بند شدم. شما تو این مدت چی کار میکردی؟ مدت؟ تو سرجم 2 رفتی زندان برگشتی مدت؟ داداشم اون 2 برای من 12 گذشت. بعد از فیروزه جون آقا جهان تشکر کنی، اونا ضمانت تو کردن. این حرفا چیه؟ خواهش میکنم. خیلی دیگه با مرام، ما به خاطر سوریا خانم جوازمونو گذاشتیم و یالا به خاطر خودت کارت استخ هم نمیذاشتم. مادر از حالا به بعد باید حواستو خوب جمع کنی. اصلا سامان تو چرا چک دادی بابت ضمانت سعیدی؟ بابا از رو سادگی، واسه همسادگی. من اگر این کارو کردم همسادم بود. باور کنید چرا نگاه میکنم؟ یه 300 شیرینی گرفتم. ما از اولش هم از همسایه شانس نیاوردیم. مثلا همین فرشید بچه خوبی بودا، ولی اسکیت میپوشید من سنجدم میشد. آخه نه اون دفعه مهم نیست، این دفعه مهمه. این دفعه خدا کنه آدمای خوبی باشن. به نکته مهمی اشاره کرد، ما باید خودمون چی مشارکت کنیم تو انتخاب همسایه جدید. وا درست حرف بزن مادر. باید مواظب باشیم همسایه که میخواد بیاد ببینیم کیه چجوریه. آها حالا شما با 4 کلام میخوای مردم شناسی کنی. به نظر من که آدم نباید تو کار شخصی کسی فضولی کنه.
حریم شخصی هر کسی محترمه. مامان کار شخصی نیست، یه چیز عمومیه. یارو میخواد بیاد تو ساختمونمون بدونیم کیه، اشکال نداره. ولی سامان به نظر من مادرت راست میگه، ما نباید فضولی کنیم تو کار بقیه. فضولی نیست بابا، ما داریم نظارت میکنیم ببینیم کسی که میاد تو ساختمونمون کیه. بعد میگم بیا تو ساختمونمون بدونیم کیه، اشکال نداره. ولی سامان به نظر من مادرت راست میگه، ما نباید فضولی کنیم تو کار بقیه. فضولی نیست بابا، ما داریم نظارت میکنیم ببینیم کسی که میاد تو ساختمونمون کیه. بعد میگم چی گفتم؟ چی گفتی؟ من گفتم؟ چی گفتی؟ تو حالت خوبه؟ ببینم مرد حسابیه، تو یه ماه پیش به من گفتی 400 میلیون، چجوری 70 رفت روش؟ ببینید جناب قوامی، ما درست شدیم مثل اصحاب کف، میخوابیم بلند میشیم همه چی گرون میشه. تو خودت 5 سال پیش برای من خریدی 130 میلیون، الان شده 470 میلیون. کاش من پول بیشتر فرستاده بودم برای عذیتم نکن قوامی عزیز، عذیتم نکن. من که خدمتون عرض کردم هر مبلغی که میتونید بفرستید. خیلی از ملاک‌ها اینجا همینجوری بارشون بار شد. عزیزم خوب توضیح ندادی، من اگه میدونستم اینجوری میشه چشم کلیم هم میفروختم. واقعا راستی هیچ جمعیسی اینجا نمیشه پول در آورد. اسم کوچیک چی بود؟ یادم رفت. اسفندیار. میتونم هنی صدات کنم؟ عذیتم نکنه، البته دوستان نزدیکم منو اسی صدا میکنن، ولی شما هر طوری که مایلید. اوکی اوکی. بگم هنی جون، تو خود روزای منو میدونی، میدونی که چه ریسکی کردم برگشتم. عذیتم نکن آقای قوامی. ببین قوامی عزیز، تنها سازمانی که فقط دنبال شماست اداره پسته که فقط دنبال پلاک و آدرس جدید شماست. من تحقیق کردم. آخه وقتی دنبال من باشن، من تو که نباید بفهمیم. چی شد؟ درست حرف بزن ببینم چی میگی. میگم بالاخره کمینامون جواب داد، کسرا قوامی برگشته. کسرا قوامی؟ بس خودش با پای خودش مثل موش افتاد تو تله. عکس گرفتی؟ عکس گرفتی؟ عذیت نکن قوامی. عکس برای چی میخواد؟ تو با کدوم آدم چی کار کردی تو؟ بده من ببینم موبایلو. بس چه هست کنم بیاز من؟ اسمس بود؟ گوشی ما بده آقا. یه نمازی بازش کنم. آقا خصوصیه؟ چی شده؟ برو آقا برو برو. خیلی دیگه برو، با من دیدم دیگه چی شده. چی من دو نفر اون تو دارم هم دیگه صحبت بکنم. همین. چی میگم؟ نمیدونم. چی؟ نمیدونی؟ نمیشناسم. اجازه بدین خانم یه لحظه ساکت باشید. مگه چیزی نگفتم؟ یعنی چی آقا ما اینجا ساکنی؟ دست از دل به حق برا خواهش می‌کنم. آخرش اینا چیه؟ آقای لسه این مرتب آیسا، خانم مرتب آیسا، محکم چه مشخص میشه؟ بخشید شما نسبتتون چیه؟ زن و شوهر هستیم دیگه. آقا ما کجا باور کنیم قضیه رو؟ میخواین
اقنامه تو کیفه، میخوایی نشونتون بده؟ اقنامه تو کیفه دون هستن؟ تو کیفه. همراه تون هستن؟ همراه اینجا. من خب قبول داریم شما، سوال کن من برم پیداش کنم. ببخشید شما اینجا چیکار دارین؟ داداش ما اومدیم واحد ببینیم، از آگهی زنگ زدیم صابخونه، گفته زنگ واحدا رو همسایه‌ها رو بزن درو باز میکنن بیا بالا، اگه در واحد باز بود برو تو ببین دیگه واحدو. وقتی عذر میخوام در واحد باز بود، حیای گربه کجا رفته؟ وا یعنی چی آقا؟ حالا مگه چی شده؟ خانم ساکت باش، بیا اینور. شما ناراحت نباشید، عذر میخوام، چیزی نشده خانم، فقط باید به یه سری سوالات جواب بدید. بفهمید. تنزنویس هستم قربان. حالا اینجا چی داشته باشه؟ ویکتور هوگو رو میشناسی؟ ویکتور هوگو هم میشناسم. کجا میشینه؟ این سوالا چیه میپرسی؟ خیلی وقتیش مرده. قبوله، ولی واقعیتش این بوده که میخواستم بکشنش، به اقیانوس مدیترانه شمالی فرار کرده، با یه قایق بوده. آره. ببین جونا، شما این تنز پرداز نیستی؟ یه چورایی هستی، چیزی میزنی؟ چیزی مصرف میکنی؟ این حرفا چیه آقا؟ من چون معمولا شبا تا صبح بیدار میمونم، یه میخوام همچین قیافم به هم ریخته، بعد خواب شدم. من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. تابلو. آقای محترم، بهتره با ما رو راست باشی. شما این مطالب کمدیوته است که همینجوری الکی به ذهنت نمیرسه. این همسر منم نویسنده است، چرا اینشون خوابالود به نظر نمیرسن؟ داداش همینطور الکی به ذهنم میرسه. شما مشکلی داری؟ آقا چی عصبی هستی؟ توهم زدی؟ آفرین. افراد بعد از مصرف کردن شیشه و کرک به توهم دچار میشوند، درست مثل شما. چی میگی آقا؟ آخوان درست صحبت کن، معتاد چیه؟ صداتو بیار پایین. سخت کن. خواهش میکنم شروع نکنه. خانم شاید حق با شما باشه، اما ما نمیتونیم اجازه بدیم که یه معتاد از یک کیلومتری خونه رد شه. گیر خب هم گرسن تن حقی باشیم. شما اینجایی؟ آقا سه ساعت زنگ زدم چرا گوشی رو جواب نمیدی؟ چی شده؟ آقا از کمپ ترکیت یاد زنگ زدم میگن داداشم فرار کرده. نه اون رفته شیر و کیک بخوره. شیر و کیک چیه؟ زنگ زدم از کم. آقا جون ما داریم حرف میزنیم، خیلی دیگه احترام. راست تو چشای آدم نگاه میکنه میگه معتاد. یاد این هم تقصیری ندارن، قیافتون هم چیه؟ نموره تابلو میزنن. تو چی میگی بچه؟ آقا جون اعتیاد که جرم نیست، مریضیه. میگم بدم نمیگن ها، خوبه بری یه آزمایش بدی، خیالمونم راحت میشه. چی میگی خانم؟ به حرف اینا هم برم آزمایش بدم؟ خب حالا من چی میشه؟ ببین اصلا تو چه نوع مقاومت میکنی؟ پای مقاومت نشون میدی؟ بیا زنه فهمید، زنه فهمید. خانم محترم اجازه بدین، به قول آقا محمود هیچ فایده ای نداره. میدونی آدم هایی که خیلی حرفه‌ای ان هزار تا دوز و کلک بردن که آزمایششون نشون نده. اچه یه متری خیلی دیگه مطلع. این همون مورد مناسبیه که من خدمت رو نظم میکردم، فقط باز شانسی نمیدونم اونجا رو اجاره نده باشم. صابخونه میگفت 20 نفر زنگ زدن آدرس اینجا رو میخواستن که بیان اینجا رو اجاره کنن. من اجازه این کار رو ندارم، فقط برای شما این مورد نگه داشتم که برم نشون بدم. به نظر من این مورد واقعا مورد مناسبیه برای شما دوزاز جوان. ببین توجه کنید آقا، صدای بیشتری؟ صدایی نمیاد. هیچ صدایی نمیاد. این همون آرامشی که من خدمتتون عزم کردم. حالا اگه تشریف بیاری من بقیه مواردم خدمتتون نشون بدم. خانم واسه بریم کجا میریم؟ خانم یه لحظه صبر کن. ببین من همین امروز تکلیفمو با تو مشخص میکنم. چه تشریفی که تو جبگیر شدی؟ اصلا چقدر خدا من دوست داشت که ما امروز بیاییم اینجا اینا من رو روشن کنم، من بفهمم تو که من اعتماد ندادی چرا نمیدی خونه پدر تا حالا جا بیا؟ توجه میکنی تو رو قرآن آقا معتاد؟ شما تو رو خدا به این قیافه نگاه کنی، من چطور تو این همه سن نفهمیدم؟ اگه من معتادم شما بفهمی خونه پدر تو؟ بعدی که میرم تا جواب آزمایشتم نیاری بر نمیگردم دیگه تو خونه. بفرمایی بدبخت شدم. لازم بود بری هتل لباس عوض کنی قوامی جان؟ آخه من دیرم شده. میدونی دلم میخواد تو اولین برخوردم با همسایه ها مثل یک طاووس مرتب باشم. راستی مشکو پشکو که نیستم. اذیتم نکن قوامی، خیالتون راحت باشه. آخ چقدر دلم میخواد تو هوای شهرم نفس بکشم، مثل یه نفس من بکشم. ببخشید آقا شما چند سال ایران رو ندیدید؟
35 سال آقا. 35 سال ایرانو ندیدی؟ بعد جوونه قدیمی. 35 سالم ندیدم که راننده تو کار مسافر دخالت کنه. ببخشید آقا، ما دیگه نه چیزی میگیم نه چیزی میشتفیم، زیپو میکشیم. الان تهران چقدر جمعیت داره؟ عرضم حضور بستگی به روز و شبش داره، توفیر داره با هم. روز حدود 8-9، شب هم بستگی به شبش داره، 16-17. ببینم باز شما که حرف زدین. آخ ببخشید، من فکر کردم با منید، شرمنده. این دفعه دیگه واقعا زیپو میکشم. راستی میگم ملک، یعنی سرمایه‌گذاری تو ملک خیلی خوبه. آره تلاس آقا، تلا. ببین من یه برادر زن دارم، آه نداشت با ناله سودا کنه، زد تو کار ملک. الان برو وضعشو ببین، دیگه منم تحویل نمیگیره. برادر زنم برادر زنهای قدیم. آخ 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 آقای قدیم سب شد، برو آقا. باشه، مگه ما حرف بدی زدیم به ما داریم میخنده؟ خیلی دیگه ناراحت. آقا جون اومدین خونه مجردی بگیرین، بعد میگه حرف بدی زدیم، تابلوه. من کی گفتم خونه مجردی میخوام؟ من گفتم دوتا دانشجو هستیم، یه حتی خونه میخوام برای درس خوندن و زندگی کردن، فقط همین. خیلی دیگه دانشجو، داداش مطالعه با اشغال فرق میکنه. منم هم همین دوران شما رو گذروندم. مگه تو قبلا دانشجو بودی؟ بابا علازه سنی میگم. اینا الان بلند شدن، دو نفری اومدن اینجا این خونه رو کرایه کنن. فردا یه لاندیور 50 نفر جوون بلند میشن میان خونه. عشق و حال دیگه. اینجا رو بریزن به هم و بپاچن و سخت بیاد رو سر ما. آقا جون ما زغال فروشیم، ما رو سیا نکن. من نمیدونم اینجا برای خونه گرفتن به جای اینکه بپرسن آدم بدی هستی خوبی هستی، چون اینکه میپرسن مطلع یا مجردی، نمیدونم این حرفا یعنی چی. خیلی دیگه نمیدونم این حرفا و فلان. داداش همین جوری هست، ولی انگار بچه های بدی نیستن ها. ای بابا من دارم درستشو میگم، تو چرا تاییدشون میکنی؟ بابا اینا ظاهرشون اینجوریه. وجود مجرد تو ساختمون ما سمه. ببخشی تو هم مجردی یا؟ حرف مف نزن، من با مامانم زندگی میکنم. الو سلام استاد. فیلمشه؟ نه دانشگاه نیستم. دانشگاه نیستم، اومدم دوم بالا خونه. به جونه تو با رفیقاش داره حرف میزن. اینجا هم خونه به مجرد نمیدن. آره اینجا هم خونه به مجرد بخش. به هر حال ممنونم از پیگیریتون. دادش گوشی خبر میدم. گوشی بده. الو ببین جوجو، آقا کوچولو رفیقاشم. آره تو لاندیور نشستین دمه. آره تو کوچه این دیگه. ببین کوچولو، این خونه پاتوق نمیشه، ما خونه به یه مش جوون علاف نمیدیم. آقای دکتر منفرد خوبی شما؟ بله دکتر، من میشه شما نشستین بعد تو برنامه صبح تلویزیون سیما خانواده تشریف بیارین و فرصا رو معرفی میکنیم. خیلی مخلصم دکتر، همکار هستیم. دکتر انبارگوی هستم، اختیار دارید با بچا اضافه پزش میام خدمتتون میگم بهتون خود بچا برم بخش. دکتر من این قرص دارم، میخواستم قرصای منم اگه میشه معرفی کنید برنامه‌تون. قربون شما برم. چشم، من شمارتون رو از این دوست عزیز میگیرم. قربان شما، خیلی خوشحال شدم دکتر. احمد کی؟ بله بله احمد خدا. الو دکتر معطل نکو، خیلی استاد محترم. پاتوق چیه؟ شما که ما رو میشناسه محترمانه سوال. من کی قرص مصرف کردم که این بار دوم من باشه دوستان؟ اولش اومدی اینجا یه دونه خوردی، یه چیزی خوردی. اخراج؟ آقا انشالله به سلامت ساکشیم. از من میشرفید، از آدم های فضول و پرحرف فریز کنید. خیلی ممنون، خداحافظ. خداحافظ. اینجا نیست که صف نباشه. خداحافظ.
عذیتم نکن قوامی، اینجا خونه یه همسایه است. یه دقیقه حرف نزن منسی. خدا حافظ. ببخشی سلامت کردم، من یکی از دوستان پدرتون هستم، ممکنه بیاین دمه ده؟ الان میام خدمتتون. خدا حافظ. بفرمایید. عجب آدم کنه یه منسوری، این به جون خودم باید مأمور بشه. عذیتم نکن قوامی، این من سالها میشناسم، قراره بعد از اینم بابا کار کنه. چی داری میگی؟ خیلی ازت خوشم اومد آقا قوامی، میدونی چرا؟ چرا؟ چون تا ده بار خداحافظی نکردی نرفتی. مسافرم مسافرای قدیم. دمت گرم. خداحافظ. خداحافظ. ببینم شما دوست پدر منی؟ بنده خوشبخت هستم. بنده همسایه جدید شما هستم، تازه اینجا رو خریداری کردم. آقای منصوری هم وکیل بنده هستن. بنده خوشبخت هستم، منصوری هستم. خوشبختم. کاری از دست من برمیاد؟ نه نه هیچی. بنده گوزش بدارم. خب جناب قوامی از این اذیتم نکن قربونت برم. این کلید در ساختمونه، یعنی خونت قربونت برم. این درب ورودی، این درب پارکینگ، این درب انباری، این درب اتاقا، این در سرپشتی، اینم کوچه در پشتی. آه در ضمن یک سوپرمارکت هم داره که جنب ساختمونتونه. فردا تشبیهت برای گرفتن سرعت بفرمایید. باشه برو من میام. میگم بفرمایید. من میخوام برم یه تحقیق کنم در پوزش میتره. خدافظ قوامی جا تشبیهت. اذیتم نکن قوامی، بیا بیا اینجا خون مردمه. قوامی جان اذیتم نکن، بیا قوامی. سینکه ظرفشویی شما؟ من پریزا رو کندم. این دست در نکنه. لوله زیر دستشویی توالت، لوله روی دستشویی توالت، سیم هواکش، لوله اصلی سیفون. میگم آقا سمان عجب فکر خوبی کردین. اصلا با این کارهایی که ما کردیم هر کی بیاد اینجا رو بخواد اجاره کنه فکش میخوره زمین. خونه رو تخریب کردیم، به درد اجاره نمیخوره که. اون وقت ثبت میکنیم کسی که مورد تایید خودمونه بیاد اینجا. آفرین. واسه شما ماکارونی و ماشرو دیگه همه چی هست. دست شما. دست شما. دست شما. چیزی میخواستی؟ چی؟ مغازه دوربین داره؟ نه آقا. خوبه، پاکی یادم رفت. سلام پسر جون. سلام از کوچیکتر هاست. سلام عرض میکنم. خب چیزی لازم داریم بگی بهتون بدم. بله بله، چیز من ماکارونی میخوام از این باغ وحشی یا شکلکی ها هست که میسه چیز میبونی. او کنسی با چند آقا؟ ماکارونی میخواستی؟ آه اونا 3,800 تومن. قابلم نداره. آره بابا چه خبره، خیلی گرونه پسر جون. تو روزنامه نوشته قرار همه چی ارزوشه، همه چی. روزنامه از یه حرفا زیاد میذارم پسر جون، زیاد جدی نگیر. هر روز یه چیزی مینویسم. نه الان این روزنامه چندین ساله مینویسم، همه چی میخواد ارزوشه، حرفش هم عوض نمیکنه. ببینم پسر جون تو اینجا چیکار میکنی این وقت روز؟ زندگی خرج داره، باید خرجمون رو دراریم دیگه. من یه سوالی ازت داشتم پسر جون. بیا جلو بیا. ببین این همسایه‌های آپارتمان‌های که بغل شما هست، اصلا میشناسی اینا رو؟ چجور آدم هایی هستن؟ همسایه ها؟ آره همسایه ها. تو همین چند لحظه پیش که آدم های خوبی بودن، الان نمیدونم، خدا میدونه. کنسرو بدم ببرم. الان هایی چی کارمون رو انجام دادیم، حالا بریم. بریم عادی عادی بریم. بریم بفهمید. آقا آقا بلو بلو. کجا آقا؟ این کیه؟ آقای محترم
کجا تشریف میبرید؟ شما هستین، ببخشید. سلام عرض کردم. سلام. این دستشویتون کدومه؟ همین روبروه. همین. بله. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. کی بود؟ آیا الان میره میبینه سیفون نیست حال میکنه. سیرو هواکشو که لخ نکردی؟ چرا که بقیه لخ کردی؟ شم تو توالت، تو سوراخ توالت. اینا ببین اون سیم هست که گفتم لخته، ببین آتیش گرفته دیگه هواکش. ببخشید شما؟ من سامان انبارلویی هستم، طبقه اول، ساکن طبقه اول هست. ببخشید شما کی هستی؟ من کسرا قوامی هستم، صابونه رو روی. اون چیه دسته؟ این من نوازنده دورگرد هستم. گلهای قربت، دستگاه کمباین، گوشه دیوار. حال کنید. خیلی دیگه قش.